آندرو پیک معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه معتقده که رژیم ایران از طریق عوامل نیابتیش در منطقه تنش‌ها رو دامن می‌زنه. آندرو پیک دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد کشورش با همپیمان‌های استراتژیکی خود در حال کار است تا نگذارد دخالت‌های رژیم ایران و سیاست‌های خصمانه این رژیم در منطقه که به دنبال ناامنی و بی‌ثباتی است ادامه یابد. آندرو پیک در سفر کوتاهی که به بحرین داشت، در گفتگوی ویژه با خبرگزاری بحرین گفت: ما گفتگوهایمان را حول استراتژی آمریکا نسبت به رژیم ایران و به منظور کاهش تأثیر نامطلوب این رژیم در منطقه ادامه می‌دهیم و برای جلوگیری از حمایت این رژیم از شبه نظامیان مسلح و تروریسم و تولید موشک کار می‌کنیم. او گفت به محض تصمیم آمریکا مبنی بر لغو برجام، کشور بحرین حمایت کامل خود از آمریکا را اعلام کرد و گفتگوها برای پیشبرد این استراتژی همچنان ادامه دارد. آندرو پیک افزود در دیدار با مقام‌های بحرین در مورد تلاش‌های رژیم ایران برای ناامن کردن منطقه و شعله‌ور کردن تنش توسط عوامل نیابتی‌اش گفتگو کرده است. رژیم ایران از طریق مزدورانی که در خارج بحرین آموزش دیده‌اند تلاش می‌کند تا میان مردم بحرین چند دستگی ایجاد کند. او اضافه کرد یکی از چالش‌هایی که در ارتباط با توافق اتمی با آن روبرو بودیم این بود که نمی‌توانستیم افراد کلیدی و شبکه‌های اصلی این رژیم را مورد تحریم قرار دهیم، چرا که بعد از امضای توافق اتمی این امکان را نداشتیم که به خاطر فعالیت‌های تروریستی آنها را بار دیگر هدف تحریم‌هایمان قرار دهیم. او به عنوان مثال به بانک مرکزی رژیم ایران اشاره کرد. آندرو پیک گفت ما با همپیمانان توافق کامل داریم و همگی دخالت‌های رژیم ایران برای بی‌ثباتی و ناامنی منطقه و صدور نظرگاه‌های بنیادگرانه این رژیم را محکوم می‌کنیم. او تأکید کرد که در کلیه دیدارهایی که از کشورهای منطقه داشته این موضع مشترک را احساس کرده است.